سرخط اخبار بررسی رفتار دلار بعد از نشست های فدرال رزرو و دیگر بانک های مرکزی. ترامپ جمهوری خواهان سنا را تحت فشار قرار می دهد تا به محرک های بیشتر رأی دهند. داده های ادعاهای بیکاری و شروع مسکن ضعف در اقتصاد را روشن‌تر می کنند. نشست وزرای اوپک پلاس و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز پنج شنبه 17 سپتامبر 2020 برابر با 27 شهریور ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: بازگشت دلار پس از نشست فدرال رزرو کم رنگ تر می شود. دلار در حالی که سرمایه گذاران از روایت تحمل تورم بالاتر که در بلند مدت برای ارزش دلار مضر است استقبال کردند، بیشتر سودهایی را که در پاسخ به عدم اقدام از فدرال رزرو به دست آورده بود از دست داد. پس از آنکه فدرال رزرو نتوانست هیچ اشاره‌ای به زمان افزایش خرید ماهانه اوراق قرضه برای حمایت بیشتر از اقتصاد کند، دلار افزایش یافته بود و دارایی‌های ریسک پذیر نیز دچار افت شده بودند. این علارغم این بود که نرخ بهره ایالات متحده قرار است تا سال 2023 نزدیک به صفر باقی بماند. البته روند جهانی سیاست پولی تسهیلی متوقف شده است که این عامل نیز خود باعث کمک به کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزها شد. اندونزی، تایوان، برزیل، ژاپن و بریتانیا همه نرخ‌های بهره پایه و سایر ابزارهای خود را در طی جلسات 24 ساعت گذشته بدون تغییر باقی گذاشتند. امروز اما با وجود کاهش در نیمه دوم روز، شاخص دلار با توجه به افزایش آن در نیمه اول در نهایت بدون تغییر کلی قیمت در محدوده 93 واحد معامله شد. در بین دیگر ارزها امروز ین ژاپن و لونیه کانادا به ترتیب با 0.2% افزایش و کاهش بهترین و بدترین عملکرد روز را داشتند. ترامپ به سناتورهای جمهوری خواه فشار وارد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای تایید حمایت‌های مالی بیشتر و شکستن بنبست گفتگوها در کاپیتال هیل که اکنون به وضوح تأثیر آن بر اقتصاد ایالات متحده قابل مشاهده است، دست به دامن جمهوری خواهان شد. ترامپ از سناتورهای جمهوری خواه خواست به دنبال ارقام بزرگتر باشند که توسط یک گروه مشترک از دو حزب نمایندگان مجلس مطرح شده است. این گروه مشترک یک بسته محرک به ارزش حدود 1.5 تریلیون دلار را پیشنهاد کردند. تا کنون سنا فقط 650 میلیارد دلار بودجه بیشتر برای حمایت از اقتصاد تا پاییز تصویب کرده است، در حالی که کاخ سفید بسته‌ای به ارزش 1.1 تریلیون دلار پیشنهاد کرده است. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه جرمی پاول رئیس فدرال رزرو مجدداً بر ضرورت سیاست‌های مالی دولت برای پر کردن خلأ درآمدی که در نتیجه اقدامات محدودکننده دولت برای مهار بیماری همه‌گیر ویروس کرونا ایجاد شده تأکید کرد. ادعاهای بیکاری و داده‌های مسکن به نگرانی‌ها افزود. همزمان با داده‌های مسکن ماه آگوست ایالات متحده، آمار ادعاهای اولیه بیکاری نیز منتشر شد. اطلاعات منتشر شده توسط وزارت
کار ایالات متحده در روز پنج شنبه نشان داد که در هفته منتهی به 12 سپتامبر 860 هزار ادعای اولیه برای درخواست مزایای بیکاری در ایالات متحده ثبت شده است. با داده‌های منتشر شده امروز میانگین 4 هفته‌ای 912 هزار ادعا در هر هفته بود که نسبت به میانگین اصلاح شده هفته قبل 61 هزار کاهش داشت. نرخ بیکاری تبدیل شده فصلی برای هفته منتهی به 5 سپتامبر نیز 8.6% بود که نسبت به هفته قبل 0.7% کاهش نشان می‌دهد. ادعاهای مداوم برای بیکاری نیز با وضوح بیشتری به پایین‌ترین نرخ جدید پس از همه‌گیری به 13 میلیون نفر رسید. البته برای درک درست‌تر وضعیت باید به رقم کلی تعداد کسانی که هم‌اکنون از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند اشاره کرد. این رقم در هفته گذشته بیش از 29 میلیون بود. بیکاری زیاد باعث کند شدن رشد خرده فروشی شده است که در داده های منتشر شده مربوط به ماه آگوست در روز چهارشنبه قابل مشاهده بود. اما در بازار مسکن یکی از صنایعی که به صورت روشن روند بهبودی اقتصاد را مشخص تر می کند داده های منتشر شده به نگرانی های بازار افزود. برخلاف انتظار رشد، داده‌های منتشر شده نشان داد که تعداد مجوزهای ساختمانی صادر شده در ماه آگوست در ایالات متحده با 0.9% کاهش به 1,470,000 عدد رسیده است، در حالی که شروع ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی نیز با 5.1% کاهش مواجه بوده. نفت در حالی که وزرای اوپک پلاس ملاقات می‌کنند در بالاتر از 40 دلار ثابت است. قیمت نفت خام پس از پس گرفتن ارزش 40 دلار در هر بشکه در معاملات امروز که در پی افت شدید ذخایر نفتی ایالات متحده و نشانه‌های انضباط بیشتر تولید از صادرکنندگان اصلی اوپک افزایش یافت، روند صعودی به خود گرفت. امروز گروه تولید کنندگان اوپک پلاس در جلسه وزیران را برای بررسی برنامه‌های این گروه برای افزایش تدریجی تولید برگزار کردند. این طرح‌ها با دو پیشبینی ضعیف تقاضای جهانی از طرف اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی در این هفته مورد تردید قرار گرفته است. امروز نفت خام با 2.3% رشد به بالای 41 دلار برگشت و نفت برنت نیز با 2.7% رشد در 43 دلار و 40 سنت معامله شد. ادامه کاهش سهام در پی افزایش ناامیدی از فدرال رزرو. بازارهای سهام امروز خسارات وارده در روز چهارشنبه را به دلیل خشم ناشی از عدم ارائه بسته محرک بیشتر از سوی فدرال رزرو را افزایش دادند. البته با این فرض که توییت ترامپ میتواند خبر از رویکرد بسته پشتیبانی مالی دیگری حتی اگر با تأخیر را بدهد هنوز ناامیدی خود را حفظ کردند. در بازارهای سهام امروز اوراکل در کانون توجهات قرار گرفت که گفته می شود معامله وی برای مشارکت با تیک تاک در ایالات متحده رضایت برخی از مقامات ایالات متحده را که جنبه های امنیت ملی را بررسی می کنند جلب نکرده. پیشتر در آسیا امروز نیکی ژاپن 0.7% از دست داد، هانگ سنگ 1.6% و شانگهای 0.4%. در اروپا نیز این ناامیدی حاکم بود تا یوکی سد 0.3%، داکس آلمان 0.2% و سی ای سی 40 فرانسه 0.5% از دست بدهند. در ساعت اولیه معاملات امریکا نیز امروز داو جونز 0.1%، S&P 0.3% و نزد 1.1% از دست دادند. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. اما بعد از یک روز صعودی و در حالی که بیت کوین با 1.2%
کاهش دوباره به زیر 11,000 دلار برگشته. اتریوم 4%، ریپل 1.9% و لایت کوین 0.5% به دست آوردند. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @پرسکیز نیوز دنبال بفرمایید. شب روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.